روز دوشنبه اعلام تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی برای توزیع کالابرگ یا همون کوپن برای کالاهای اساسی بین مردم موضوعی بود که با هشتگ کوپن شروع قحطی و کوپن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران بود. بر اساس این مصوبه دولت موظف کالاهای اساسی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی رو با ارز دولتی وارد کنه یا از تولید کنندگان داخلی خریداری کنه. البته برخلاف دهه 60 این بار قرار کالا برگ الکترونیکی توزیع بشه. شایان در توییتر نوشته چرا میگین کوپن؟ روتون نمیشه بگین جیره‌بندی؟ روتون نمیشه بگین نفت در برابر غذا؟ کاربر دیگری با نام مستعار آیت الله محقق انگلیسی نوشته باید ببینیم مؤمنینی که یک ماه در سال روزه میگیرن تا درد گرسنگان رو بچشن آیا با این گرانی ها هم میتونن ایمانشون رو حفظ کنن و 12 ماه رو روزه بگیرن؟ چون به نوشته او دیگه چیزی برای خوردن نیست. اما میلاد به تنه نوشته حالا که میخوان جنسا رو کوپانی کنن کاش گاز لوله کشی رو هم قطع کنن تا بریم سر کوچه کپسول 11 کیلویی قلبدین بیاریم خونه. قشنگ نوستالژی بچگیامون زنده شه. و کاربر دیگری هم به تنه نوشته یه خبر خوش برای فارغ التحصیلان دانشگاه. ایشالله اگه نتونستید تو اسنپ موفق بشید میتونید شانستون رو با کوپن فروشی هم آزمایش کنید. این پیام یعنی اوج حقارت. محمد خادم هم این عکس رو از حسن روحانی در اینستاگرام منتشر کرده و زیرش نوشته کوپن برگشت، اما ما همچنان با اقتدار میگوییم به عقب بر نمیگردیم. ما هستیم تا کسی جرأت نکند در خیابان دیوار بکشد، دلار گران شود و کسی سفره ایرانی را کوچک کند. و در نهایت کاربری با نام مستعار حشاشین جمله منسوب به فریدالدین عطار نیشابوری از عارفان و شاعران سده 7 رو منتشر کرده که در قحطی نیشابور 40 شبانه روز گشتم. نه در هیچ مکانی صدای اذانی بود و نه هیچ مسجدی گشاده. آنجا دانستم نام اعظم خداوند نان است.